جری آدامز رهبر حزب شینفین ایرلند پس از 4 روز بازداشت موقت توسط پلیس ایرلند شمالی عصر یکشنبه بدون هیچ اتهامی آزاد شد. مقامات پلیس اعلام کردند تصمیم گیری در مورد تشکیل پرونده قضایی آقای آدامز بر عهده دادستانی ایرلند شمالی خواهد بود. جری آدامز پس از آزادی گفت: صریحا میگویم کاملا بیگناهم و هیچ دخالتی در هر گونه توطئه برای ربودن، کشتن و یا دفن خانم مکانویل نداشتم. من جزو کسانی بودم که تلاش کردند تا به این بی‌عدالتی پایان داده شود. آقای آدامز در ارتباط با پرونده قتل جین مکانویل بازداشت شده بود. این بیوه 37 ساله و مادر 10 فرزند در سال 1972 میلادی احتمالاً توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند به اتهام خبرچینی برای ارتش انگلیس به قتل رسید. آقای آدامز افزود: من از پلیس ایرلند شمالی حمایت می‌کنم. برخی عوامل که به دوران گذشته تعلق دارند اما از تغییرات راضی نیستند. برخی سران پلیس عوامل اتحادگرا و یا از جمهوری خواهان تقلبی هستند. آنها برنده نخواهند شد. شماری از مخالفان جری آدامز و طرفداران حزب اتحاد طلب دموکرات هنگام خروج رهبر جمهوری خواه شینفین در برابر ساختمان پلیس منطقه آنتریم به آزادی او اعتراض کردند و خواستار محاکمه جری آدامز شدند. از سوی دیگر رهبران حزب جمهوری خواه بازداشت آقای آدامز را محکوم کرده و میگویند در صورت تشکیل پرونده برای جری آدامز حمایت خود از پلیس را پس خواهند گرفت. حامیان آقای آدامز طی روزهای اخیر در حمایت از او تظاهرات کرده و این اقدام پلیس را به دلیل انگیزه های سیاسی توصیف کردند.